سلام رفقا، چطوری؟ خوش اومدید آقا به یه ویدیو جدید خیلی خفن. دکتر استرنجی تور آقا، اومدیم دلیل فایت واندا با ایلومیناتی رو بگیم براتون. آقا یه تئوری شکافی خیلی خفن که اعضای ایلومیناتی لو رفته آقا، و اینکه اگه یکم به نظرتون معرفی اعضای ایلومیناتی اسپویله نبینید ویدیو رو، ولی اسپویله آنچنانی نیست و ما اومدیم معرفی کنیم از ایلومیناتی رو. همونطور که خود پروفسور ایکس هم اصلا مارول اعلام کرد که رئیس گروه ایلومیناتی تو این ویدیو، و اینکه آره دیگه. آقا قبل از این ویدیو رو شروع کنیم، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، کامیسی کمیک فارسی رو مثل خارج گندش بکنیم، خیلی خفن میشه واقعا. و اینکه میتونیم، و اینکه اگر نیست بزن بریم. ویدیو رو شروع کنیم. آقا من اینو دقیقاً نمیدونم چطوری واسش بگم، فقط چیزی که تو تریلر دیدیم اینه که آقا آمریکا چاوز و دیفندر استرنج تو دنیا MCU اومدن و معلوم نیست واسه کدوم جهانن. میخوره مثلا دیفندر استرنج مال دنیای توی مگوایر باشه طبق یه سری منبعا که گفتن، ولی ما درباره اون کاری نداریم. آقا داستان میدید از چه قراره؟ این که آقا ما تو تریلر دیدیم دکتر استرنج خودمون استیون استرنج دعوت میشه به عروسی کریستین پالمر، خب همون عشقش که خب قضیه کنسل شد و تبدیل به دکتر استرنج شد که تصادفم کردن. ولی بچه توی دنیا واتیف دیدیم که این میمیره، ولی اینجا یکم متفاوته و اینکه دعوت میشه به عروسیش و خب استرنج هم دیگه کلا قید کریستینو وقتی که تبدیل به جادوگر و میشه گفت جادوگر اعظم شده زده. حالا داستان چیه؟ آقا تقدیم اونجا دعوت میشه به همراه وانگ و آقا بیرون یه صدایی میاد. آقا تریلر دادن یک دقیقه کامل فایت دکتر استرنج و گارگانتوس رو منتشر کردن که با هم دیگه فایت میده، و آقا فایتش اینجوریه که اول با هم دیگه فایت میدن، استرنج جادو رو میخونه، گارگانتوس قشای ناپدیدیش اوکی میشه و مشخص میشه که کیه و چی کار است، و با هم دیگه فایت میدن. استرنج جو بیهوش میشه، آمریکا چاوز میاد، وانگ و دوباره استرنج بیدار میشه، و آقا استرنج چیزی که من دارم میگم اینه که گارگانتوس رو شکست میده. ولی تو همین هیری ویری چون بیرون عروسی کریستین بوده، من به نظرم کریستین میمیره. یعنی چی آقا؟ یعنی این که سر این فایت کریستین میمیره، حالا به هر دلیلی. و آقا اونجا دیدیم که توی تریلر آمریکا چاوز اونجا هستش، یعنی با هم دیگه آشنا شدن استرنج خودمون و آمریکا چاوز. و حالا قضیه چیه؟ چه اتفاقی پیش میاد؟ با هم دیگه صحبت میکنه، آمریکا چاوز میگه که آقا من میتونم پورتال باز کنم، قدرتام اینه، سفر مولتیورس و اینا رو دارم، بین مولتیورس میتونم سفر کنم با پورتالام. و اینکه استرنج میفهمه که خب من هیچ اطلاعات زیادی اصلا درباره مولتیورس ندارم. آقا میره به کامارتاج و حلی که در واقع جادوگر شد که ما تو تریلر اولا دیدیم شمعی که قرار گرفته مال کامارتاجه، میره اونجا کتابا رو میخونه و متوجه میشه که آقا من بازم درباره مولتیورس خیلی چیز زیادی نفهمیدم. میره پیش واندا، اونم تو تریلر نشون دادن میگه واندا تو چه اطلاعاتی درباره مولتیورس داری، و واندا آب پاکشو میزه رو دستش و به ما نشون میده که آقا من زیاد اطلاعات خاصی ندارم. و ویژن یه سری تئوریای داشت و میگفتش که مولتیورس خطرناکه، باش نمیشه زیاد بازی کرد. آقا این از این اتفاق، و من یه احتمالی میدم چرا واتیفو آقا زودتر پخش کردن و گفتن که واتیفو باید دیده باشید واسه فیلم دکتر استرنج مولتیورس آف مدنس، این بود که آقا استرنج خودمون یه چیزی به ذهنش میرسه که آقا یه استفاده ای کنه واسه همین داره این در به اون در میزنه، میره کامارتاج، چاوز میپرسه، میره پیش واندا که آقا کریستین زنده کنه یا کریستین یه جهان دیگر بیاره تو جهان MCU. و این خیلی جالبه. و درباره آمریکا چاوز صحبت میکنه با واندا، و واندا اگه دقت کنید آخر واندا ویژن صدای بچه‌هاش هم مولتیورس میشنوه، یه جهان دیگه این قدرت رو بهش میفهمه. و واندا یکم دوباره صحبت میکنه با استرنج، و استرنج میگه آقا بی خیال این قضیه شو، تو همینجوری زیاد خرابی به بار آوردی. که واندا اون جمله معروفو میگه، میگه که چرا چطور تو این کارا رو میکنی، تجربه قرار میشی، من این کارا رو میکنم تجربه دشمن میشم. آقا حالا فایده این چیزی که دارم میگم چیه؟ این داستان مولتیورس آف مدنس اشاره به سفری که میکنم به جهان ایلومیناتیه. بذار برم جلوتر میگم. آقا واندا داخل کتاب دارکولد، همین کتابی که آخر واندا ویژن داشت باش سر کار داشت، متوجه میشه که آقا میتونه یه تلسمی بگیره که بقیه رو به بردگی بگیره. خب
و ما دیدیم که دیفندر استش تبدیل زامبی شده. من احتمال میدم که وانده با دیفندر استش فایت میده و شکستش میده و به بردگی درش میاره و خب آقا حمله میکنه با دیفندر استرنج به کامارتاش و استرنج جلوی دیفندر استرنج رو میگیره، دکتر استرنج خودمون مال ام سی یو، و آقا میفهمه که دمش هم گرم که اگه بزنه خیلی چیز خفنی میشه و میفهمه که واندا قشنگ میخواد آمریکا چاوز رو داستان کنه. و آقا استرنج هم دیدی که خیلی تن به فایت نمیده و دیگه خیلی مجبور شد تو استرنج یک با دورماو از سنگ زمان استفاده کرد و سعی میکنه که فقط محافظت کنه از آمریکا چاوز و آمریکا چاوز پورتال میزنه، میرن به یه جهان دیگه، جهان ایلومیناتی. خب ایلومیناتی به قول مردو و آقا داستان چی میشه؟ اینجوریه که میره اون تو، آقا روباسه اولترانی که ما تو ایج آف اولتران اونجرز دیدیم و میبینیم که آقا تو تریلر هم دیدیم رام شدن توسط تونی استار. آقا اینا دیگه واسه تونی استار که دیگه خودمون میدونیم که برنامه و پروگرام ریزیش توسط تونی استار بوده، یعنی که ما آقا قرار تونی استار کنم حالا نسخه برترش یا نه تو آینده مارول ببینیم، ولی خب آیرون من برتر دیگه نیست، مشخص شد که وریانت کاپیتان مارویله. و اینکه آقا استرنج رو دستگیر میکنن، آقا یه چیز دیگه تو تریلر دیدیم که ما توی جلوی سانکتوم همون جایی که استرنج هست مجسمه دکتر استرنج رو ببینیم. بچه تو کومیک تو یکی از کومیکا استرنج دنیای ایلومیناتی آقا جانفشانی کرده و مرده و اینو دستگیرش میکنن بیارنش پیش ایلومیناتی و دیدیم که تو تریلر تی وی اسپات جدید پروفسور ایکس گفتش که باید بفهمی که تو کدوم دکتر استرنجی. و بچه ها توی کومیک این دکتر استرنجی که خودشو کش یعنی مرده و جانفشانی کرده پیشبینی میکنه، پیشگویی میکنه که آقا یه استرنجی میاد یه نسخه وریانتی از من که کل جهان رو نابود میکنه. این خیلی جالبه و اینا فکر میکنن که این همونه و دستکش میکنن. پروفسور ایکس میگه که باید ببینیم که تو کی هستی و آقا این توضیح میده که من آقا اون استرنج نیستم، داستان از این قراره از اون قراره و حتی چه بسا کریستین اون جهان بیاد شهادت بده که آقا به نظر من این استرنج ویلن نیست. و خب این خیلی جالبه. آقا واندا یا با پورتال آمریکا چاوز یا با سفر در مولتیورس که آقا اینو میتونه هم کومیک هم آره دیگه کومیک هم استرنج هم واندا میتونه سفر داخل مولتیورس کنن، میاد اونجا اگر وارد میشه. ما اینو تو تریلر هم دیدیم و آقا یه جورای گروه ایلومیناتی مطمئن میشه که چه اتفاقی افتاده. واندا اومده کمک این کنه، کمک دکتر استرنج و در اصل قرار جهان نابود کنن. و آقا اینجاست که گروه ایلومیناتی وارد میشه که حالا بخش لو رفته گروه ایلومیناتی. بچه‌ها ما پروفسور ایکس رو دیدیم ولی با قامت اون بازیگری که توی پروفسور ایکس رو اشتباه گفتم ببخشید، ما مستر فانتاستیک یا مور ریچاردز رو دیدیم ولی با قامت اونی که توی فانتاستیک فور بود نه یه کس دیگه، بلک بولت رو میبینیم. بچه کاپیتان مارول یعنی وریانتش با بازی لاشانا لینچ و آقا شارلین ترون، خب اینا هستن و کاپیتان کارتر که آقا باش فایت میدن و واندا میگن که آقا خیلی قراره بکشه تو این فیلم. و آقا تو یه صحنه دیگه تو این عکس لو رفته ما دیدیم که مستر فانتاستیک پخش زمین شده، یعنی آقا میتونیم احتمال بدیم که واندا کشته مستر فانتاستیکو و آقا فایت ها از همینجا شروع میشه که آقا چرا ایلومیناتی با واندا فایت داده و ممکنه یه سری تعدادشون هم بکشه و به جنون خودش رسیده باشه واندا به خاطر بچه‌اش. این از این قضیه است و استرنج هم سعی میکنه که محافظت کنه. و آها بلک بولت هم که گفتم از کسایی بودش که توی همین فیلم و به عنوان ایلومیناتی هستش. و آقا داستان اسپولی نیست، این تئوری از تئوری خودمه و به نظرم خیلی احتمال زیادی داره که آقا این قضیه باشه. نظر شما چی؟ آقا به نظرتون که چیه دلیل این فایت واندا و ایلومیناتی؟ من به این تئوری خیلی مطمئنم و امیدوارم که فیلم بیاد و درست باشه پشم خودم میریزه. و خب یه سری منابع هم البته یه سری چیزا رو گرفتم که براتون توضیح دادم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لایک و کامنت و سابسکرایب رو یادتون نره. فکر کنم نزدیک 400 ایم یا الان 400 شدیم، 400 سابسکرایب نمیدونم ولی همین دیگه. تا ویدیو دیگه، بدرود.